سلام بچا سلام سلام امروز اومدیم با یه ویدیوی خیلی خیلی کاربردی برای کسایی که میخوان سفر بیان ترکیه میخوایم بگیم که هزینه سفرتون چقدر در میاد مگه بقیه ویدیوهامون خیلی خیلی کاربردی نیست آره بچا برای همین بسابونین که میخوایم بریم بالا نه کارو زدیم دیگه بریم تا ده کا و جشن 10000 تایی بریم شروع کنیم بریم هزینه های سفر رو ما اومدیم اینجوری در نظر گرفتیم گفتیم آقا سفر که میخوان بیان ابتدا به ساکن یا تصمیم میگیرن زمینی بیان یا تصمیم میگیرن هوایی بیان زمینی خیلی سخته بچه ها خیلی راه نزدیک 24 ساعت بیشتر راهه تا خود استانبول اگه بخوان بیان فکر کنم نزدیک 36 ساعت میشه هم بعدش خیلی دنگ و فنگ و چیز داره خستگی داره فکر کنم بخوای با اتوبوس بیای اون رو اتوبوس چه جوری هستش و اینا حالا گلاب برود دستشویی بگیره آقای راننده وایس وای, سه وای نسه فلان با ماشینت بیای باز یه چیزی آقا قیمتش خیلی متفاوته من چون دقیق در آوردم بچا این ویدیو رو ما داریم جمعه ضبط می‌کنیم و شنبه میاد بالا شنبه فکر کنم 17 تیر میاد بالا و شما تیر 1402 دقیق بگیم آره چون قیمت رو خیلی تغییر داره میکنه به. من الان قیمت که گرفتم همین اولش این دوتا رو فقط با هم بخوام مقایسه کنم کف قیمته تور زمینی استانبول از تهران که با اتوبوس میاد و برمیگرده 8 میلیون تومنه کف قیمت تور هوایی 19 میلیون تومنه راست میگی؟ این کف قیمت برای سه روزه هم هست ولی خب یه چیزی هستش بچه به نظر من کسی که زمینی میخواد بیادش استانبول یه دو روز بعد اضافه تر بمونه تو هتل که استراحت بکنه حداقل دو روز خیلی کوفتگی میاره حالا بریم حالا سفر برای ه... سفر یه سری هزینه کلی است بعضیا که با تور میان خب من تورا رو رفتم چک کردم کف و خب اومدم چند تا از سایت ها رو هم چک کردم کف قیمت که ارزون ترین هتل نزدیک تکسیم یا میشه گفت دیگه تا... اون هتلی که اینو معرفی کردن گرند میلان خیلی نزدیک به تکسیمه 19 میلیون تومنه به بالا برای فقط سه شب نفری یعنی اگه دو نفر بخوان بیان 38 میلیون تومن براشون تور آب میخوره خب چند ستاره از هتل؟ چهار ستاره زده ولی خب تو استانبول بچه این هتل را جلوتر توضیح میده محل اقامتگاه این سه ستاره و چهار ستاره تو استانبول خیلی با هم فرقی نداره تازه پنج ستاره هم به کارتون نمیاد جلوتر میگی اول از همه ما میخوایم مقایسه کنیم که با تور بیاین بهتره یا خودتون بلیط رو جا بگیرید اول از همه بگم بستگی داره که جا کجا میگیرید چون که هتل یه نرم خاصی دارن یه قیمت هایی دارن که بهتون میگم میتونی خودتون مقایسه بکنید من اول پس قیمت تور رو که گفتم بیلیت من دقیقا برای شنبه به سه شنبه در نظر گرفتم توی 6 تا سایت هم رفتم قیمتشو رو گرفتم فلای تو دی، علی بابا، سفر مارکت، فلای تیو، سکیلیک کلیک و اسنپ تریپ همشون رنج قیمت خیلی به هم نزدیکه یعنی از 15 و 400 بود تا 15 و 700 بلیت بلیت فقط بلیت رفت و برگشت و بچا بچا آخه میدونیم بچا ما با زیر یه تومنم اومدیم استانبول گرونترینی آره. که اومدیم فکر کنم دو خورده بودش که آره. سری آخر که مجبور شدیم میخواستیم زود پاشیم بیان الان آره. اینطوریه بعد تازه یه چیز دیگه داره تو بعضی از این سایت ها یه بحث تقویم قیمتی دارن که بالاش میزنی میگه آقا من سه روزه میخوای اونجا باشی سه شب میخوای باشی اشکال نداره من بهت میگم چه تاریخی بری ارزون تر در میاد من تو تقویم تاریخیشم نگاه کردم یک ماه جلوتر رو هم حتی نگاه کردم 15 میلیون تومن کمتر نداشت یعنی دیگه کف بیلیت 15 تومن رو بعد بذاریم کنار یه چیزی بچه ما تازه که ازدواج کرده بودیم تازه عقد کرده بودیم میشه تقریبا 10 سال پیش ده سال پیش میشه, ساله پیش میشه. سفر اومدیم استانبول با هواپیمایی اون موقع اطلس جت بودش مال ترکیشه اطلس جت یک میلیون و پنجا هزار تومن تازه ما گفتن گرون گرفتید چند ماه بعدش توی زم... این توی تابستون بود این نبود ما تازه تور گرفتیم تور گرفتیم دیگه تور این آره. دارم بیلیت میگم نه تورم که گفتی نوزده تومن آره. و اینا بعدش چند ماه بعدش توی زمستون اومدیم 620 هزار تومن تور چهار شب آره ولی الان دیگه قیمت ها اینه برای سه شب اون مردم چه مادی شدن خیلی تغییر کرده خیلی تغییر کرده در مورد محل اقامت خب خیلی قضیه فرق میکنه شما اگر اون هتل های سه ستاره چهار ستاره نزدیک تکسیم رو بخواین بگیرین اونا 100 دلار میفتن که خب دو نفر هم میتونن واردش بشن یعنی اگر دو نفری حالا زن و شوهری دارین حساب میکنی یا حالا دو تا دوست با هم میان میفته 100 دلار سه شبش میشه 300 دلار 300 دلار رو با دلار 50 تومانی حساب بکنیم میشه 15 میلیون تومن یعنی نفری 7 میلیون تومان 7 و رو بخوای به 15 اضافه کنی میشه 22 نیم از توره خیلی گرونتر در میاد خب اگر هتل بگیری پس بنابراین اگر کسی سه روزه میخواد بیاد و میخواد هتل بگیره نزدیک تکسیم حتما با تور بیاد آره ولی خب بچه اگر سه روز بیشتر میاد یا یه هفته بیشتر میاد بهتر هستش که سمت تکسیم خونه یا هتل نگیرید به خاطر اینکه درسته که همه جاذبه های توی تکسیم ولی مگه چند بار میخواید برید تکسیم و استقلال رو بگردید و اینا بعدم خب شلوغی بالاخره اذیتتون میکنه وقتی بیش از یه هفته هستید بهتره که خونه مثلا اجاره کنید که خونه هایی که دورتر هستن نسبت به تکسیم و مرکز شهر مثلا واسه دو نفر شب فکر کنم دلار باشه حتی کمتر من رنجی میخوام بگم از هتل بیایم کم پایینتر بعد از هتل ارزونترش ترش میشه سویت که سویت خوبیش اینه که چند نفر میتونیم بریم توش سویت های این تزدیک تکسیم پنجا دلاری هم داره که چهار نفرم توش جا میشن ولی خب چیزه نه, نه خوب نه من خودم دیدم خوبم بودم بودن اه. چهار نفر توش جا میشن و پنجا دلاره یعنی نفری دوازده و دلار میفته ولی خب اونا خیلی کوتاه مدت معمولا میدن نهایتا یک هفته یه میدن میتونین هاستل هم برین هاستل خب یه مقداری امنیتش رو باید دیگه خودتون در نظر بگیرین بالاخره خانواده ها رو اصلا بهشون توصیه نمی کنیم چون که اینجوریه که یه اتاق و تخته آره یه اتاق یه چند تا قریبه همینجوری با آره. هم دیگه هستن و کمودی هیچی نیستش دیگه دیگه امنیتش پای خودتونه مجرد خب حالا شاید راحت باشه بازم البته برای پول و اینا من بازم چیز نمی ولی خب مثلا هاستل 20 دلاری هم داری. یعنی میتونه خیلی هزینه کنه خب میشه. اینجوری میشه که این خدای نکرده اینجوری نشه که به خاطر اینکه مثلا 100 دلار کمتر بدی کل هزار دلاری که آوردی آره، داره. امکانش هست در مورد خونه که مینا میگه وقتی ما دور میشیم از مرکز اتفاقی که میفته گزینه هاتون خیلی زیاد میشه ببینید مثلا شما اگر نزدیک ما خود ما برای حالا بعضی از دوستانم که میخواستم بیان حتی ما این اجاره رو انجام دادیم 75 دلار خونه دو خوابه ای که پنج نفر راحت میتونن توش زندگی بکنن توی این مدتی که سفر هستن میفته شبی 75 دلار برای پنج نفر نفری 15 دلار میفته اونم یه خونه ای که مثل خونه خود ما همه چی داره تازه وسیلهاش مثلا فول. دیشتر بیشتر هستش زود پز داره چای ساز داره چه. چم... فر فر و گاز و هودو که اینا خب مثل همه خونه ها داره وسیله کامل کامل یه خونه داره. کامل که زندگی تو خب میتونی هزینه توش بیاری پایین تر یعنی کسی بالای یه هفته میاد یه ماه میخواد بیاد بمونه دو ماه میخواد بمونه از اون سه ماهی که اصلا اجازه داره قانونی توی ترکیه بمونه میخواد استفاده بکنه من قطعا بهش توصیه میکنم خونه بگیره حتی تو بعضی از شرایط من بازم توصیه میکنم برای کسی که کوتاه مدت حتی هفت روز هم میخواد بیاد بازم خونه برای اونه که تعدادشون بالاست چون وقتی شما مثلا پنج نفرین دو تا اتاق بعد تو هتل بگیرین یه صد دلار یه صد دلار دیگه دی دلار در میاد اینجا ه و دو دلار تهش مثلا فصل خیلی توی چی فصل پیکش میشه پیکش باشه ته ته تهش ته این ه تهش میشه 100 دلار که نمیشه تقریبا الان تو پیکیم دیگه الان تقریبا تو پیکی مو قیمت ها همچین چیزیه بنابراین این قیمت ها اینجا خیلی حالا بعضی میگن که چون دوریم هزینه رفت و آمد و زمان چی میشه ببینین رفت و آمد توی ترکیه و حالا مخصوصا من بخوام برای استانبول بگم حمل و نقل عمومی استانبول خیلی قویه مترو داری اتوبوس داری دلموش داری با خیلی چیزا راحت میتونی این ور و هزینه‌ت هم خیلی میاد پایین ببین مثلا از اینجا تا تکسیم وقتی ما میخوایم بریم نزدیک خونه ما تا خود تکسیم با 20 لیر میتونی برسی به تکسیم یعنی زیر یک دلار یعنی یک دلار مثلا بری یک دلار برگردی <applause> میخوای بری آسیایی امکان داره دو کورس مجبور سوارشی یه اتوبوس و یه اتوبوس دیگه یه 20 تا 10 تا میشه 30 لیر یکو مثلا 25 دلار میشه رفت و برگشت میشه 2.5 دلار تو داری روزی 30 دلار 20 دلار 25 دلار ارزون تر گرفتی یه جایی رو و روز 4 5 دلار هزینه رفت آمده آمدت میشه اما زمان سر جاش <تصفح> یعنی شما بالاخره وقتی از اینجا خونه میگیری یا حالا نزدیکتر به تقسیم ولی باز با فاصله کم غرب میای یا از اونور میری شرق توی آسیایی مثلا یک ساعت طول میکشه تا برسی به میدونه تقسیم و جاده استقلال <تصفح> یا مثلا برسی به اون جایی که میخوای بری برای تورا و از این حرفا اینا یک ساعت یک ساعت و نیم تا دو ساعت راه رفت دو ساعت راه برگشه بعضی حوصله اینو ندارن ولی من مثلا دوست می کنم کسی که انرژیشو داره جوان تره به جای اینکه بخواد پول جا بده اینقدر بیا توی جای رفاه بیشتری داشته باشه ولی راحت بتونه و خودش هم این انرژی رو داد دو ساعت میرم دو ساعت میام بعدم اونجا سفر اومدم بین راه هم دارم میبینم چه خبره و اینا بعدم هر روز که اونور نمیخوام برم چون اینجا ببینین استانبول شهر پیشرفته شما تو هر محله ای میرین تو هر منطقه ای میرین خودش یه دونه مرکز خرید که گنده که همه امکانات رو داشته باشه یعنی برای خرید لازم نیست بری مرکز شهر همینجا همون برندا همه با همون قیمت هستن در مورد رستوران هم باز همینه درسته هر از مزر فودکورت دارن طبعا. دیگه فودکورت دارن اطرافش هم کلی رستوران و کافه و اینا هست اصلا واسه کافه و رستوران رفتن یا واسه خرید کردن لازم نیستش که از اونجا خارج بشی از هر منطقه‌ای که حالا خونه میگیرید عملا <applause> کسی که میاد استانبول به نظر من دو بار تو خیابون استقلال قدم بزنه چیزی اونقدر واقعیتش نداره یعنی درست جاذبه توریستیش حساب میشه ولی یه خیابون دیگه که دو طرف حالا مغازه هست و حالا معمولا حالا یه تزیناتی میکنن و اینجوری سرگرم کننده میشه ولی خب بقیه روزا رو میخوای بری خرید بکنی میخوای جای دیگه بری به چرخی و اینا لزومی نداره حتما نزدیک اونجا باشی منطقیه کاملا منطقیه برای همین بعد بشین واقعا حساب کتاب بکنین که تعداد بالا اگر هستین یه اینجوری خیلی به صرفه تره یکی دیگه از خرجه اصلی چیه؟ غذا ببینیم بچا هتل که اگر گرفتین که صبونه روشه البته صبونه صبونه جمع جوریه دیگه بچا توی استانبول هتل‌ها صبونه‌شون اصلا با چیزی که تصور می‌کنید جاهای دیگه کشورهای دیگه کلا فرق میکنه. مثلا یه وقتی یه جایی آدم میره هتل 4 ستاره چه صبونه‌ای برات می‌چینه ولی اینجا هتل پنج ستاره هم در حد مثلا خیلی از چهار ستاره ها نیستش واقعا صبونه خیلی ساده ای داره مثلا یه چیز خیلی کوچولویی اصلا از مثلا... سرپ که بیرون میخوریم کیفیتش هم حتی پایینتره یعنی من خیلی میگم رو صبونه اون حساب نکنیم ولی بالاخره آدم چیزی میخوره تا بری آره دیگه نه اینکه مثلا چیزی گیرتون نیاد مثلا سوجوک هست نیمرو هست میوه هست ولی خیلی نیست مثلا اگه هتل یالووایی که ما رفتیم و ببینید مثلا یک پنجم اون شاید شاید و تنوع بسیار پایینه یعنی واقعا تکراری هم میشه آدم هفت روز میخواد اونا رو بخوره صبح که میتونی حالا برین حالا من میگم فرض صبحونه رو خوردن ناهار و شام دو تا وعده میخواین بخورین و یه سری اسنک هم این وسط ها هست الان توی استانبول رستوران چند بریم یه بعد غذا بخوریم دستگی داره چی بخوای رستوران من رستوران حساب کن بخ... نه تو بگو میخوام برم یه رستوران یعنی یه, یه مثلا نفر... چ... یه نفر حالا. یه غذا کبابی رو مثلا 200 لیر فکر کنم 300 لیر واقعا میشه یعنی من واقعا زیر 200 لیر بعید میدونم بعد آخه مثلا میگی چی بخورن آخه مثلا فود کورت ها که بری فاست فودی بازم الان یه بیگ مک با مخلفاتش 190 لیره یعنی همچین اتفاق ارزونتری نمیفته مثلا اون گلدن مکسیمنوی که من علاقه داشتم و اینا الان 170 لیره آره ولی خب بچا اینو مثلا داریم میگیم که خوب بخوره طرف ولی مثلا همون جوری که قبلا هم گفتم توی استانبول با هر هزینه ای می میتونی سیر بشی خب چقدر دیگه کف تو بگو چقدر دیگه از چقدر واقعا از چست. یه حدی کمتر دیگه نیست این چیه؟ چی گفته خب چی کوفته خب الان شده فکر می کنم 45 لیتر خب الان یه ساندویچ با یه دوغ که خیلی هم سیر کننده نیست 45 ساندویچ های آماده چی کوفته 15 لیر هستش 15 لیر آخه سیر نمیکنه واقعا یعنی آقا تو بعد یه انرژی داشته باشی یه وقتی که کسی میخوادش که انقدر کم هزینه بکنه دیگه خب سفر اومده تفریح میخواد بکنه خب سفر اومده تفریح میکنه. بکنه خب باید هزینه کنه خب نه ببینین من نظرم اینه ببینید با چیزی که مینا میگه درسته به نظر من با صد لیرم یک نفر در طول یک شبانه روز میتونه سیر بشه و بتونه به کاراشم برسه این ور اونور قدمش رو بزنه خریدش رو بکنه ولی داره به خودش سخت میگیره اگر شما اومدی سفر مثل خودمون که سفر میریم میخوای تست بکنی غذاهای جدید تست بکنین اینا برای هر وعده هر نفر 2300 لیر باید بذاری کنار دقیقا بچه ما وقتی که سفر میریم و حالا قبلا هم میرفتیم میرفتیم توی سوپریا مثلا هر شب یه چند تا چندتا و چند تا چه کیکی بیسکویتی بستنیم. بستنی. اینا رو می خریدیم خونه مثلا تست میکردیم چین رفته بودیم حالا غیر اینکه هر شب می رفتیم دم سوپرمارکتشون رفتیم دم میوه فروشیشون یه جایی بودش حالت مثلا میدون میدون میوه رفتیم اونجا از هر میوه ای که نمیشناختیم یه دونه خریدیم که مثلا تست کنیم که ببینیم چه جوری هستش نه اینکه مثلا حالا تست کنیم برداریم بعدش مثلا یه رو بخریم تست کردیم که نخورده از دنیا نریم نه یعنی ها کسی که سفر میاد مثلا بعد یه مدتی یا داره سفر خارجی میاد اومده که این کارا رو انجام بده ولی خب یه طرف کسی که داره هزینهش اونقدر پایین میاره که با ماشین انقدر سختی و تحمل میکنه که با ماشین آره. بیادش پس هزینه قضاش هم خیلی کنترل میکنه من میگم برای اون آدم دیگه روزی صد رو بذاره کنار ولی اگر واقعا بخوای معقول بخوری لذتم ببری آقا مثلا چیپس هم خاصی بخوری بستنی هم دلت خواب یه بستنی،, بستنی بستنی دونه چوب بستنی 25 لیره یعنی قیمت ها قیمت های کمی نیست اگر شما بخوای اینجوری تفریحات انجام بدی تازه من مشروب حساب نمیکنم عادی بخوای غذا بخوری زیر 500 لیر نمیشه یعنی اگر میخوای درست بخوری ذرت هم دلت خاصی روزی 500 لیر نفری باید بذاری کنار اینا که این چیزای بیسیکی بود که حالا هر کسی سفر میاد دیگه دیگه برای آره برای ادامه این بقا باید این چیزها رو انجام بدیم ولی حالا دو تا بخش داریم یکی خرید یکی تفریحه خرید که دیگه کاملا یه مسئله شخصیه ما این همه مرکز خرید بهتون معرفی کردیم کلی ویدیو در مورد اینکه تو ال سی هزینه چقدر قیمت ها چجوری همه اینا رو گفتیم حتی مرتر رو معرفی کردیم مهم. که برای لباس عمده که یا یه مقداری ارزون هم بتونیم بخرین چجوری میتونیم برین و خرید بکنین اوتلت او هم گفتیم همه دیگه. یعنی به یکی ببینه کانال رو بیاد مرکز خرید رو ببینید کامل دستش میاد کجا بره چی ارزونتر و قیمت مناسب به دست میاره ولی در مورد تفریحات قیمت ها خب خیلی متفاوته شما بگو بچه ها مثلا میتونی سوار کشتی بشی بری بویوکادا خودت اگر بری مثلا اونجا بلیت بخری سوار کشتی بشی فکر میکنم 20 لیر باشه رفت و برگشت رفت و برگشت نه یه مسیر رضا مطمئن اینقدر گرون شده آره دیگه این دارم چیزش رو میگم خصوصیش رو میگم با دولتیش فکر میکنم ارزون تر باشه و داده 20 لیر اینا باشه و اینا خب دیگه ببخشید چلا پنین دقیقه سوار کشتی میکنن میبرنت بویوکادا جزیره سه لیر بود آخه 6 لیر بود رفت و نه تو چرا رفت و یعنی قیمت ها <applause> میگم اصلا حالا میگم ویدیوی سه برابر شدن قیمت خونه ها رو دیده بچه توی تمام چیزایی که توی استانبول هست همین وضعیت یعنی قیمت ها عجیب و غریب نجومی تغییر کرده اون بستنی که میگم 25 هشت لیر بوده آره. تازه مثلا ما داریم قیمت مثلا چند روز پیش و یه ماه پیش و اینا رو میگیم اگر ولی همین تور کشتی و بخواید با توی خیابون استقلال که میرید میبینن وقتی که میبیننتون میفهمن که شما ایرانی هستید میان میگن که تور بویوکادا داریم کنسرت داریم، فلان, داریم فلان داریم فلان داریم کشتی داریم اینا بعدش به شما همین تور چیه بویوک آدا رو دلاری میفروشن چند دلار 5 دلار 10 دلار ده دلار ده ده میفروشن ده دلار میفروشن این 10 دلار الان 260 لیره چیزی که خودتون مثلا با 30 40 لیر میتونین برین برگردین بعد نیا کنین اینا صرفه نداره یعنی ولی مثلا کسایی که دوست دارن اون شب ایرانی برن و از اون خواننده و اینا استفاده کنن بلیتو خب اونا دارن آرام. یعنی همینجوری خودت نمیتونی بری بخری برای همین بعد بری اونا رو بخری یا یعنی حالا کنسرتو میتونی خودت بری بخری اما یه تفریحات دیگه که هست که خیلی ها به خاطرش استانبول میان مثلا پارکابیه ببینین قیمت پارکابیه خب دو تا بزرگ داریم یکی تو آسیا یکی توی اروپایی قیمتش نسبت به گذشته باز خیلی تغییر کرده همه چی گیرونه. تو اون ویدیویی که منو مینا رو رفتیم پارکابی آکوا دلفین رو نشونتون دادیم همینجا هست تو 90 بودی من صد یا 80 90 نه 90 صد 90 صد الان چنده الان فکر کنم 400 شده 400 لیر شده نفری 400 یا نه, 350. 350 توزلا 400 لیره اون یه مقداری مفصل تره ولی خب الان یه مقدارم مقدار هم دورتره یعنی از آسیایی خیلی بد بریم توی شرق که برسیم بهش اون 400 لیره ولی خب یه سری پلاژا هستن بچه ها که میتونید با دویس لیرم برید مثلا استفاده کنید از دریا خدا رو شکر خدا رو شکر تازه دریا هستش و اینا ولی خب دیگه سرسار مرسوره نداره نه من بودم اصلا این کار نمیکردم من اگر قباشو بیام برم تفریات آبی توی استانبول انجام بدم به جای اینکه حداقل تا تو داری ارزون ترین پلاژی که وجود داره رو میگی که 200 لیره به جای اینکه برم یه پلاش و پام بزنم تو آب کنار ساحل بشینم خب میرم یه پارکابی 400 لیر این همه امکانات و اینا ما دیگه سنم بالا رفته نمیتونم سوار بس سرسرهای هیجان انگیز و ترسناک بشم استخر موجی چیزی بالاخره خود استخر ساده شو 400 بلاخره. لیر بدم برم استخر ساده و استخر موج همینجا استخر داریم بازم ما با پول بدی برای همین استخر یعنی همه اینا هزینه داره آره ولی خب بچا اینی که میگم پلاژ دویس لیره همین نزدیک خونه ماست که ارزون ترین پلاژ اونجوری که رضا گفتش ولی پلاژا مثلا تا 600 لیر و اینا هم هستش ولی خب پلاژای یه چیزه مثلا پلاژیه که توش استخرم جداگونه ساختن دیجی داره مثلا دیجی مفصل فون پارتی داره, فون پارتی داره. داره خیلی مثلا مفصله ولی حتی توی جزیره ها پلاژ دارن همین کادا هی بلیادا کینالیادا اینا همشون پلاژ دارن رفته بودن راضی نبود یعنی این هم باید بگم که بچه ها از این پلاژهایی که با این اسک میاین و فلان و از این حرفا رفته بودن راضی نبودن پلاج جزیره ها رو آره حتما تحقیق بکنیم ببینین از اون پلاژ رضایت به اندازه کافی وجود داره چون حیفه یعنی این هزینه رو بکنی 400 500 لیر بدی گزینه های تفریح خیلی بیشتری داریم چون که ما خودمون پلاژ کلیوس که رفتیم, رفتیم پارسال من خودم خیلی دوست خب، داشتم فوق بود آره خب نه. خیلی تمیز با اینکه مثلا میگن که شاید اولای تابستون آب تمیز باشه و اینا هر میگذره آب کثیف بشه ولی ما آخرای تابستون رفتیم و آبم خیلی تمیز بوده شو خب کلیوس معروف به تمیزترین پلاژ استانبول خب خیلی فرق میکنه یعنی اینا رو باید بچه‌ها از قبلش تحقیق کنن که کجا میخوام برن چون خیلی میتونه باشه بعد مثلا آکواریوم میتونین برین شهر بازی میتونین برین هر کدوم از اینا تفریاتش دیگه کاملا قیمت ها هست دیگه مثلا شهر بازی هزار لیره بریتش برای شما که مسافر هستین و خب بعد ببینی که واقعا اون ترن هوایی و این تفریات و اینا برات میارزه که بخواین این کارو انجام بدی یا نه برای تفریح و حالا بعضی حالا مشروب دوست دارن یا اینا رو مصرف کنن اینا دیگه خیلی متفاوت میشه یعنی من به نظر برای تفریحات واقعا قیمت نمیشه داد من اون بیسیک ها رو با هم جمع بزنم یه جمع کلی دستمون بیاد با توجه به همه چیزهایی که گفتم یه جمع بندی میخوام انجام بدم ما فرض رو میگیریم بدون تفریحات بدون خرید این دیگه کسی که بودجه میذاره برای خودش میاد شما اگر با ارزون ترین تور بیاین 19 میلیون براتون آب میخوره در کمترین حالت وقتی تعدادم مخصوصا کم تعدادتونم بالا بره فکر نکنی این 19 میلیون قراره بشه 15 میلیون چون 15 میلیون فقط بلیته امه. یعنی این 19 میلیون رو اصلا میتونی تا 17 میلیون بیاری پایین بلند مدت تر بیای و خونه اجاره بکنی قسمت خورد و خوراک گفتیم کف صده صف 500 بینش رو بخوایم بگیریم 300 سه شبم سه روز کامل هم میخواد باشه 900 بگیریم میزار لیرم که الان 2000 تومنه پس میشه 2 میلیون در مورد رفته آمدم حالا بخواین جاهای مختلف برین و بچرخین و از این حرفا میتونین 100 لیر خرج کنین میتونین دیگه یه بویوکادا بعد برن که هزینه خیلی زیادی هم نداشته باشه و اینا این میتونه تا 100 لیر 200 لیر, لیر 500 لیر بیاد بالا 500 لیر دیگه پونست. چون که یه چند جا هی میخوان برن و بیان دیگه دقیقاً چون بخوان مثلا برن حالا یه خرید کنن بعد از اونجا برن یه جای دیگه بعد یه جای دیگه یه جای دیگه اینا چندین تا میخوره با تاکسی نه تاکسی که اصلا قیمت تعویض میکنه یه چیز دیگه میشه من دارم در حد با استانبول کارت ولی کسی که داره زیاد اینور بر اونور میره حساب میکنم یه میلیون هم مثلا برای رفت آمد بذارین کنار اگه 19 و 2 و 1 در نظر بگیریم به نظر ما طبق حساب کتابی که الان کردیم یه نفر یه سفر سه روزه بیاد استانبول فقط هم بگرده و بخوره تفریح خاصی نکنه 22 میلیون در و تازه خریدم نکنه آخه مگه میشه یه نفر بیاد استانبول خرید نکنه نمیصرفم که خرید نکنه چون چیزایی که ما الان داریم از ایران میشنویم قیمت مثلا یه شلوار یا حالا یه پیرنگ یه, پیرن، یه تیشرت خیلی متفاوته با ایران یعنی شما قطعا میتونین با نصف قیمتی که توی ایران خرید میکنین اینجا بخریم و آدم ببینه من کاملا توصیه میکنم اگر کسی سفر میخواد بیاد یه عددی میگم شاید به نظر بالا بیاد ولی من میگم بیارین پشیمون نمیشین من میگم کسی که بیلیت و اینا رو خرید حالا یا بلیت خریده جا رو میاد اینجا رزرو میکنه یا بالاخره تور گرفته هزار دلار با خودش بیاره دلارم بیاره لیر نیاره دلار بیاره بر اساس چیزهایی که به نظرش میاد خوبه و خوش قیمته بخره و اگر یعنی به نظر من پشیمون میشه چون اگر شما خرید دا... یعنی بیاین و مثلا میبینی ای این شلواره که تو تهران دیده بودم 15 میلیونه این الان میده 7 میلیون این اه... کفش نایکی که اینجا من الان دیدم مثلا 5 میلیون 2500 لیره 5 میلیون در میاد تو ایران زیر 13 14 میلیون ندیدم پشیمون میشی اینا رو نخری به نظر من 1000 دلار با خودت بیار هر موقع چیزی رو پسندیدی چینج کن برو بخر آخرش هم دلار رو با خودت ببر دقیقاً بچا ما چند بار اومدیم واسه حالا سفر قبل که مهاجرت بکنیم میگفتیم که آقا ما چیزی لازم نداریم بریم فقط بگردیم بعد می اومدیم می گفتیم مگه میشه اینو نخریم این چقدر قیمتش خوبه اونو بگیریم بعد مثلا با یه چمدون اضافه تر بزرگ برمیگشتیم انقدر که خرید کرده بودیم ببین ما اون زمانی که اومده بودیم با دلار اون روز هزینه سفرمون در کل شد 2000 دو هزار دلار موضوع اینه که الان دلار بزرگ شده الان که میگیم دو هزار دلار خیلی ها میگین خب آقا 2000 دو دلار میشه 100 میلیون یه سفر یه هفته یه رفتین اون موقع 7 میلیون میشدش تقریبا بعد خیلی خرید می کردیم خیلی میگشتیم میخوردیم هر چیزی مثلا همونجور که گفتم هر چیز جدیدی می دیدیم به غیر از مشروب هر آره دیگه مشروب و سیگار نه بقیه چیزا هر چی میدیدیم میخوردیم و امتحان میکردیم ببینید یعنی الان هم به نظر من همون اتفاق افتاده یعنی الان اگه دو نفر دوباره بخوان یک هفته بیان اینی که من بهتون گفتم برای سه روزه اگر این بشه یک هفته تقریبا روزی 4 میلیون تومن اضافه میشه بهش بعضیا ها با تخفیف های خیلی ویژه‌شون روزی 2 میلیون اضافه میکنن یعنی 4 روز اضافه 8 میلیون به این 8 میلیون حالا 8 میلیون حساب بکنیم 12 و 8 27 یعنی 27 میلیون در درمیاد کف 27 میلیون 27 میلیون 54 میلیون فقط چیه تورت, تورت میشه برای 7 روز بعدش خورد و خوراک هر تبغیمون روزی که حساب کردیم دوپله بعد بکنی دو میلیونت میشه 4 میلیون دو نفرم هم میشه 8 میلیون چقدر شد تا اینجا 62 میلیون رفت و آمدت هم در نظر بگیری 63 4 میلیون 63 4 میلیون یه هفته دو نفریه که بیان اینجا دیگه 35 میلیونم مثلا اگه بخوان خرید بکنن این تقریبا 700 دلار خرید کنن 700 دلار الان بخوایم حساب بکنیم یه چیزی نزدیک 20 هزار لیره عدد بزرگی برای خرید واقعا نیست. نیست 20 الان یک کفش که خوب 2500 دو 3000 دو تا 5000 لیر قیمتشه. یه کاپشن مثلا حالا کاپشن ریبو که خیلی با کیفیت بخوای بخری 5000 حداقل 5000 لیر مدلش یکم گذشته باشه به روزاش باشه 6 تا قیمت شروع میشه یعنی 20000 لیر برای خریدم عدد بزرگی واقعا نیست و برای همین یه سفر واقعا به نظر من برای دو نفر یک هفته زیر 100 میلیون در نمیاد و بعد این بودجه رو برای خودتون در نظر بگیرید هر چند هر کسی بر اساس همون قناعتی که خودت میگی میتونه قیمت رو بیاره پایین تر میتونه بره هاستل میتونن گروهی 5 6 نفر ده نفر اصلا بیان یه سویت بگیرن به اگر مدر... البته بهشون بدن اگر بده حالا دا تا 5 نفر رو را میان معمولا کنار هم بخوابن و دیگه جا... یعنی حتی تختم نداشته باشن و از اون طرف هم مثلا بیان خیلی چیزای ارزون بخورن حتی از اتوبوس هم استفاده نکنن تا جایی که میتونن پیاده برن همه این هزینه رو بیارن پایین یعنی یه جورایی یه سر یه سفر بخواد... دانشجویی باشه خیلی دیگه دانشجویی بخواد بشه استانبول شهر زنده ای هست شبای خیلی زنده ای هم داره میتونن اصلا جا نگیرن دوخی ها دو خیابون میخوامم بالاخره من دادم یه جو بخوام بالاخره دیدی که کافه ها کاری ندارن آه. با آدم بره آدم بشینه بخوابه یه چهار ساعته بزنه بزنه, بزنه, بزنه. بزنه کاری ندارن نه واقعا میتونین هزینه رو بیارین <متصف> پایینتر ولی من این سفر ها... یک هفته 100 میلیونی که بهتون میگم یه سفر نورمالیه که به تفریحاتتون هم برسین البته خیلی دوست دارم بچه کامنت بذارن چون همه اینا که من گفتم تهران به استانبول استانبول به تهرانه از شهرهای دیگه من شنیدم که تورای ارزونتر هست و بیلیت های ارزون تو یه موقعی خاصی از سال پیش میاد خیلی دوست دارم کامنت بذاریم بگین که آقا مثلا ما دو نفری زن و شوهری اومدیم یا دو تا دوست با هم اومدیم هزینه یه هفته سفرمون شد 60 میلیون 70 میلیون راهکارتون رو بگین کامنت بذارین بقیه اونا رو بخونن شاید با خوندن اونا آدم متوجه بشن ای نه اینا خیلی دارن گرون میان ما این کارا رو بکنیم میتونه برامون ارزونترم تر هم در بیاد اینطوری میتونه یه سفر بهتری هم باشه برشون ولی من واقعا فکر نمی کنم زیر 100 تومن در بیاد خدافظ خدا خدا